بشویی. روز شمار نیاکان، برنامه ای از شبکه ZNTV. قدمت نوروز و وجود این جشن به زمانهای پیش از شکلی ایران و قبل از دوره مادها و هخامنشیان برمیگردد. از 3000 سال پیش از میلاد در آسیای میانه و آسیای غربی دو جشن رواج داشته است: جشن آفرینش در آغاز پاییز و جشن رستاخیزی که در آغاز بهار برگزار می شده است. بعدها دو جشن پاییزی و بهاری به یک جشن تبدیل گردیده و در بهار جشن گرفته می شد. در ایران آیین مرگ و رستاخیز سیاوش با نوروز پیوند خورده است، به این ترتیب که چند روز پیش از جشن به سوگ سیاوش می نشستند و با فرارسیدن نوروز به جشن و شادی دست می زدند، چنان که گویا سیاوش زنده شده باشد. آریایی ها که وارد منطقه شدند بونمایه هایی مانند فرورها و بازگشت ارواح را با خود آورده و به تدریج آیین خود را با باورهای قبلی رایج در منطقه ترکیب نمودند. از جمشید پادشاه مشهور پیشدادی به عنوان بنیانگذار این جشن یاد گردیده است. از پژوهش هایی که در تطبیق نوروز ایرانی و نوروز قبطی یا مصری و تأثیر آن دو به عمل آمده برمی آید که نوروز ایرانی در زمان داریوش بزرگ و توسط او در مصر رایج گردیده. درباره نوروز و سنت های وابسته بدان تا چند دهه قبل منابع قدیمی تر از ایام ساسانیان که به دست نویسندگان مسلمان نوشته شده بود وجود نداشت. اما با کشف بایگانی های دولتی اشکانیان در تاجیکستان معلوم گردید که نوروز در دوران شاهنشاهی اشکانیان و ایامی قدیمی تر از 2000 سال پیش از آن در آغاز بهاران رایج بوده است. در تمام دوران ساسانی نوروز جشن ملی همه ایرانیان به شمار می رفته است. به همین جهت حتی مردمی که پیرو آیین زرتشت نبودند اما در پهنه حکمرانی ایران زندگی می کردند نیز در آن شرکت داشتند. شواهدی وجود دارد که در دوران ساسانی سالهای کبیسه رعایت نمی شده است. روز برگزاری مراسم نوروز در هر دوره یه 4 ساله یک روز از موعد اصلی خود عقب می ماند و در نتیجه زمان نوروز در این دوران همواره ثابت نبوده و در فصل‌های گوناگون سال جاری بوده است. 5 روز نخست فروردین جشنی همگانی بین عموم مردم بود، از این رو آن را نوروز عامه نامیدند. روز ششم فروردین که جشن نوروز به گونه درباری برگزار می شده است نوروز بزرگ نام داشته است. مجموعه رسم‌های جشن بهاری نوروز با جشن سوری و آتش افروزی آغاز می شد و پس از برگزاری مراسم سال نو در روز 13 فروردین پایان می یافته است. شرح آیین نوروز و تشریفات وابسته به آن به تفصیل در تاریخ نگاری دوران نخست اسلام آمده است که قدیمی ترین سند در این دوره به جاهز دانشمند سده سوم هجری تعلق دارد. نوروز و مهرگان در آیین باستان در میان مردم شبه جزیره عربستان هم دو جشن بزرگ شناخته شده بودند و در برخی از نقاط عربستان متداول بود، به خصوص که این رسم در بین پادشاهان هیره که سنن درگاه خیش را بر آیین شهریاران ساسانی نهاده بودند و در پیرامون خلیج فارس رواج کامل داشت. نوروز در نزد ترکان نیز جشنی بزرگ بود و سقدیان آن را نوسرد به معنای سال نو می نامیدند و روش مرسوم به دوستان و بستگان خود شیرینی می دادند. به همین علت در ترکیه نوروز را جشن شیرینی یا شکر بایرامی می نامند. قلقشندی نویسنده کتاب صبح العشا نوشته است نوروز که یکی از مشهورترین اعیاد مصر است از ایران باستان گرفته شده و به آن نام نیروز قبطی دادند. این جشن با همان نام و آداب و سنن ایرانی در مصر برگزار می شود. این نویسنده همچنان نوشته است مصریان در آن روز شادی کرده آتش می افروزند و آب بر روی هم می پاشند که از مراسم ایرانیان به تراتب مفصل تر است. مردم شام نیز همین آیین را در اوایل ماه نیایش
که یکی از ماه‌های رومی است برگزار می‌کنند. بنابر فرضیه‌ها، کمبوجیه دوم نوروز باستان را به مصر برده است. بر طبق نظریه دیگر، ورود نوروز در مصر باستان در عهد حکومت داریوش بزرگ جانشین کمبوجیه بوده است. در زمان این پادشاه روابط فرهنگی میان مصریان و ایران محکم و استوار بوده است. حتی پس از فتح مصر از طرف اعراب نیز این جشن باستانی در این کشور ادامه داشته است. هنوز هم در مصر در اوایل بهار، درست همان روزی که در ایران مراسم 13 به در برپا می شود، مردم تحت تاثیر فرهنگ ایرانی از شهر بیرون می روند و مراسمی دارند که به 13 ماه بسیار شبیه است و آن را یشم و نسیم می گویند. بنابر فرضیه ایموتو ایچی، ایرانشناس اهل ژاپن، احتمالاً اوبون یا جشن اموات در ژاپن از رسوم ایرانی منشأ گرفته شده. در دوران فرمان روا کوگیوکو برای نخستین بار جشن اموات یا اوبون برگزار شد.